اینها تصاویر یک قائله قدیمی در تهران است. 12 سال پیش، 18 تیر ماه 1378، قائله‌ای که 2-3 روزی چند خیابان اطراف میدان انقلاب و کوی دانشگاه تهران را به آشوب کشند. اما این هرج و مرج محدود به چند خیابان هم بازیگرانی داخلی داشت و هم بازیگردانانی خارجی. بلوای در تاریکی و آتش زدن چند حلقه لاستیک و بلند شدن دود و غبار و این قائله چند روزه، اگرچه یک پروژه برنامه ریزی شده برای 10 سال آینده، یعنی فتنه 88 شد، اما این قائله با حضور حماسی مردم ایران در 23 تیر ماه 1378 به شکستی تلخ برای بدخواهان ایران اسلامی تبدیل شد. حماسه‌ای بزرگ که عظمت و شکوه بیشترش در 9 دی ماه 1388 تجلی یافت، تا فتنه 88 بعد از انتخابات هم که گرچه بارها و بارها پیچیده تر، برنامه ریزی شده تر و سنگین تر از قائله 78 بود، اما باز با بصیرت و آگاهی ملت آن هم تبدیل به شکستی سنگین برای ضد انقلاب و دشمنان شد. اما باز به قائله 18 تیر 78 برمیگردیم که افراد بلند پایه‌ای در کاخ سفید پشت این التهاب چند روزه چند خیابان تهران بودند. یکی از این افراد، این چهره، ریچارد پل است. او یک سناتور یهودی الاصل امریکایی و یک افسر اطلاعاتی نظامی با سابقه ایالات متحده است. ریچارد پل 17-18 سالی عضو ارشد کمیته دفاعی امریکا بود و همچنین سالها معاون وزیر دفاع دولت ریگان، و حتما آنقدر خودش را مدیون این رئیس جمهور یانکی ها می دانسته که سگش را هم به همین نام، یعنی ریگان، نامیده. خب اینم ریگان، سگ کوچولوی ریچارد. توی امریکا رسمه کسایی که خیلی دوست دارن اسم اونها رو میذارن روی سگشون، این یکی از رسوم اینجاست. شاید ریچارد نام سگ بعدیش را فخرآور بگذارد، چرا که او به این فردی که روبرویش نشسته، یعنی فخرآور، نیست خیلی علاقه‌مند است. شاید هم برعکس، فخرآور نام سگش را ریچارد بگذارد. اما این افسر اطلاعاتی نظامی امریکا را به عنوان یک چهره ضد ایرانی محض می‌شناسند. وی در همان دوران ریاست جمهوری ریگان در جنگ ایران و عراق حسابی برای صدام سنگ تمام گذاشت. او که معاون وزیر دفاع بود و از سلاح‌های شرکت سلطان اسرائیلی که دلال آن نیز هست، دیکتاتور عراق را کاملاً مجهز کرد. اما سالها بعد در زمان جورج بوش، وقتی تاریخ مصرف صدام را رو به انقضا دیدند، همین ریچارد پل جزو کسانی بود که سناریوی حمله و اشغال عراق توسط امریکایی‌ها را طراحی کرد و صدها هزار عراقی و هزاران امریکایی را به کام مرگ کشاند. مادران عراقی شاید او را ندیدند، اما مادر یک سرباز امریکایی که یک بار با او مواجه شد چنین از خجالتش درآمد: شما بچه های ما رو کشتید، میفهمی وقتی تنها پسرت بمیره یعنی چی؟ اما شاید ریچارد پل در طول این سالها جنگیدن خوب فهمیده بود که با ایران نمیتوان جنگ نظامی داشت. این سوال را یک بار دست آموزش، یعنی امیرعباس فخرآور، هم از او پرسید. ریچارد پل 17 سال در وزارت دفاع آمریکا کار کرده، معاون وزیر دفاع آمریکا بوده، رئیس شورای سیاست گذاری در وزارت دفاع آمریکا بوده بعد از 11 سپتامبر. خیلی شفاف و صریح میخوام بپرسم، درباره ایران ریچارد، شما دنبال جنگ با ایران هستید؟ ایران عراق نیست که بتونیم مثل صدام حسین طی چند هفته از پادرش بیاریم. حمله نظامی به ایران یعنی شکست محض و هزینه های جبران ناپذیر. برای سقوط ایران باید از روش های نرم و متفاوت دیگه ای استفاده کرد. شاید واژه نفوذ بهترین واژه باشه، که البته در زمان اصلاحات هم همونطور که خودت میدونی فرصت های مناسبی به دست اومد، مثل همون ماجرای 18 تیر که مقدمات طرحی برای تغییر حکومت ایران زده شد. حالا بعد از تجربه جنگ عراق و قائله 18 تیر، در بین صحبت‌های ریچارد پل میتوان به لایه‌های حضور امریکایی‌ها در فتنه 88 هم پی برد. اما اینکه کی، کجا و چه کسانی از امریکایی‌ها اعترافات جدیدی از حضورشان در فتنه 88 را رو کنند، باید منتظر ماند. باز به قائله 18 تیر برمی‌گردیم.
ریچارد پل، این بازیگردان خارجی قائله 18 تیر، از روزها پیش از این آشوب خیابانی با بازیگران داخلی آن در ارتباط بوده است. پیاده نظام هایی همچون منوچهر محمدی که اصلا دانشجو نبود و باید بین دانشجویان نفوذ میکرد. همه دانشجویان که بنده در بین دانشجویان هستم راستی ناگفته نماند. بعدها جورج از این دروغ‌های منوچهر حسابی تقدیر کرد. این اتهام رو به من زدن در رسانه‌هایشون، در مطبوعاتشون، در رادیوهایشون، مجموعه پولی که ما مگه گرفتیم چقدر بوده؟ سازگارایی که باید وظایفش را در مطبوعات انجام میداد و همچنین احمد باطبی که وی با هماهنگی منافقین و امریکایی‌ها از ایران فرار کرد و سلام خوبی قربان تو بود. من روزش پای پدر دیگه منو دیدی؟ به اردوگاه اشرف رفت. و سپس از کاخ سفید سر در آورد. باطبی که با این تصویر معروف شد، بعد از فرارش از ایران در مصاحبه با رسانه‌های غربی گفت خودش در خانه این لباس را به رنگ آغشته کرده بود تا نمادی دروغین برای آن آشوب بسازد و سپس با هماهنگی قبلی با یک عکاس این عکس از وی گرفته می شود و در ابعاد وسیع و هم در روزنامه‌های زنجیره‌ای که همراه با آن رسانه‌های غربی بودند چاپ و منتشر شد. شاید روزی که باطبی داشت با بوش هم دست می‌داد به همین عکس خود فکر می‌کرد. در همان ایام تصویری در خارج از ایران روی جلد یک مجله آمریکایی چاپ شد که شهرت جهانی یافت. His name is Ahmed Batabi. ناگفته نماند بسیاری از حامیان و دست‌اندرکاران این روزنامه‌های زنجیره‌ای 10 سال بعد در فتنه 88 آتش بیار آن فتنه هم شدند. اما این پیراهن خونی قائله 78 سالها بعد در فتنه 88 تبدیل می شود به پروژه کشته‌سازی و اسامی دروغین کشته ها که باز هم باید باطبی در آن پروژه دروغ به امریکایی ها کمک می کرد. این یک تجمع ضد انقلاب است بعد از فتنه 88 در خارج از کشور که اسامی دروغ را پشت سر باطبی نصب کردند و باطبی آنجا برای ضد انقلاب سخنرانی می کند. 10 سال بعد من و خیلی از دوستای دیگه مثل گنجیز و زارزار و خیلی آدمای دیگه از دیگر بازیگران 18 تیر اکبر گنجیز که خود را مفتخر به تئوریسین بودن در این قائله می داند. اما ناگفته نماند این آقای تئوریسین بعدا هم قطار رقاصه ها شد. فاطمه حقیقت جو هم در مجلس آن روزها نقش حلقه رابط را بین اعضای اصلی این قائله داشت. از دیگر بازیگران قائله 78 علی اکبر موسوی خوینی بود که با تلاش و پافشاری یکی از سران فتنه 88 توانست از ایران بگریزد. علی افشاری و امیر عباس فخرآور هم از جمله کسانی بودند که فرامین کاخ سفید را در اطراف خیابان‌های کوی دانشگاه پیاده می‌کردند. الان به مرحله سازماندهی رسیدیم. شبکه‌های تلویزیونی در وسط در اختیار ما، شبکه‌های رادیویی در وسط در اختیار ما. حتی از ما برنامه خواستن، برنامه‌های مستقل خواستن. بله، به غیر از این برنامه دادن و دستورالعمل از قبل از قائله، کاخ سفید در روز آشوب هم مستقیما با پیاده نظام‌هایش در کف خیابان در تماس. داخل ایران با آقای پل در ارتباط در ارتباط بودم. بله، روی موبایل ما با هم صحبت هم می‌کردیم، روی موبایل ما با هم صحبت هم می‌کردیم. البته ناگفته نماند آن روزها روزنامه‌های زنجیره‌ای مأمور بودند موازی با آمریکایی‌ها با ایجاد جریان‌سازی‌های مصنوعی و حملات سنگین حفره‌های اطلاعاتی را ایجاد کنند و با مشغول کردن سیستم امنیتی کشور به خود مانع از تمرکز دستگاه‌های مربوط به این مراودات شوند. کمک کردیم به من، به احمد باطبی که خیلی به احمد باطبی برای اومدنش به آمریکا کمک کردین، همینطور به منوچهر محمدی که و مجموعه دیگه ای از بچه ها. تمامی این مهره ها برای ایجاد التهاب در خیابان های تهران توجیه شده بودند و شاید دور نباشد روزی که شخصی که در بین این افراد نفوذ داشته است به تهران بیاید و از جزئیات دستورات امریکایی ها برای قائله 12 سال پیش بگوید. اما
امیر عباس فخرآور همانطور که گفته شد یکی از مهره‌های فعال امریکایی‌ها برای آن بلوای 72 ساعته بود که وی حتی در سوء استفاده از برادر کوچک خود هم در پررنگ‌تر کردن نقش خود دریغ نکرد. این آرش فخرآور برادر امیر عباس است. وقتی آرش در سال 78 فقط 14 سال داشت، برادرش او را مجبور می‌کند برای شلوغ‌تر کردن خیابان‌های اطراف میدان انقلاب به کوی دانشگاه برود. من آرش فخرآور هستم. کلاً تمام فعالیتایی که داشتیم کلاً خانواده به خاطر برادرم بود. یعنی خودمون علاقه خاصی نداشتیم که این فعالیت‌ها رو بکنیم. من 14 سالم بود فکر کنم. اولین تظاهرات بود که شرکت کردم توش رفتیم. کلاً فکر کنم 400 نفر 500 نفر بودن. بعد از مدتی فخرآور از ایران می‌گریزد و از این پس آمریکایی‌ها تصمیم می‌گیرن از وی به نحوی و در جای دیگر استفاده کنند. برای همین باز ریچارد پیل شخصاً مأمور این پرونده می شود و خودش ردق و فتق امور امیرعباس را به عهده می گیرد. دبی، خیابان مقدیان، 29 آپریل 2006. We've just arrived in Dubai. We're here to meet an extraordinary young man, Amirabas Fakhrovar. He has escaped from Iran in the last 24 hours. ریچارد به استقبال امیرعباس در دبی می‌رود و حالا باید او را برای کارهای جدیدش توجیه می‌کرد. از آن پس فخرآور باید در خارج از مرزهای ایران سرباز آمریکایی‌ها می‌شد علیه کشور ایران. اما این تصاویر قدیمی یک نکته روز را هم برای ما یادآوری می‌کند و آن اینکه مهره سنگینی مثل ریچارد پیل از کاخ سفید و بعدها خود بوش با یک عنصر دونپایه مانند فخرآور دیدار می‌کند، ولی حالا آمریکایی‌ها دیدار مطی با هیلاری کلینتون را تکذیب و دور از واقعیت اعلام می‌کنند. شاید هم حق دارند و می‌خواهند گاف‌هایی را که جلوی مطی داده‌اند کتمان کنند، اما ما منتظر آن می‌مانیم. باز برمیگردیم سراغ فخرآور. اما بعد از آنکه ریچارد پیل فخرآور را با خود از دبی به امریکا آورد، برای آنکه هم فخرآور اعتماد به نفسی به دست آورد و همین که یک نمایش تبلیغاتی دیگر را جلوه دهند، او را حتی به سنای امریکا هم میبرند و او آنجا یک نطق از پیش تعیین شده را انجام میدهد. ما بیشتر از هر چیز کامپیوتر، موبایل، دوربین، دستگاه‌های چاپ، سایت و مهمتر از همه رادیو تلویزیون قدرتمند احتیاج داریم. البته الحق و ولنصاف این رادیو تلویزیون ها را هم خوب در اختیار ضد انقلاب قرار دادن که اوج فعالیتشان در حمایت و آتش افروزی در فتنه 88. فخرآور باید به عنوان یک نمونه زیر پروبال امریکایی ها قرار می گرفت تا دروغ ها و حیله های ایالات متحده رنگ و لعابی به خود بگیرد. سپس مایکل لدین، یهودی نئومحافظه‌کار امریکایی، هم گهگداری وارد میدان می شود. مایکل لدین که مانند ریچارد پیل عضو فعال امریکیان انترپرایز است، به عنوان یک ضد ایرانی شناخته می شود و پای هر مطلبی که می نویسد یک جمله معروف دارد و آن جمله این است: لطفاً زودتر به ایران حمله کن. لدین هم در راستای همان سناریو باید چتر حمایتش را روی سر فخرآور می کشید تا شاید اینگونه عده‌ای در داخل باز فریبشان را بخورند. و البته ناگفته نماند اینگونه شاید راه نفوذ دستگاه اطلاعاتی امنیتی ایران هم بین آنها راحت تر می شود. داریم میریم فلوریدا که همراه این بعد نمیتونم اسمش رو بگم، بعد که چیز کنیم که من جایزه رو بگیرم. امروز قرار از یک شخصیت بزرگ تغییر بشه، شخصیتی که سختی‌های زیادی رو کشید تا به اینجا رسید. میشنوی صدامو؟ امیرعباس فخرآور. فخرآور باید نیروهایی رو هم جذب می‌کرد. نه بابا، آدم باش. دائم از این شهر به آن شهر می‌رفت و از این تلویزیون به آن تلویزیون. تا حرفای امریکایی‌ها از حلقوم او بیرون بیاید و شاید اینگونه عده‌ای را بتواند
دور خود جمع کنید. چیکار داریم میکنیم مگه؟ تا جایی که بحث تحریم نفت ما زمزمش رو شروع کردیم، لطفا به تحریم نفت ایران که شاهرگ حیاتی جمهوری اسلامی رو قطع میکنه فکر کنید. اما در همین حین در کنار امیرعباس، همکاران و همراهان قدیمیش هر یک در گوشه ای مشغول اجرای وظایف خود بودند. یک طرف حقیقت جو در طرف دیگر محسن مخملباف، و من خودم دیروز آقای سرکوزی رو با یک واسطه باهاش صحبت کردم، افشاری و باطبی هم پای ثابت تلویزیون سازمان سیا یعنی همان وی‌او‌ای بودند، علی افشاری و آقای احمد باطبی. اما در این بین امیرعباس فخرآور به خانواده خود هم رحم نکرد و حتی برنامه ای ریخت تا حداقل برادر کوچک خود را جذب ورطه ضد انقلاب کند.